این چهره این روزها حسابی خبرساز شده. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی. برخی رسانه ها خبر از مرگ او میدهند و برخی دیگر هم از عدم سلامتیش میگویند. اون 8 سال پیش به قدرت رسید و حالا به نظر میرسد قدرت در کره شمالی بلا تکلیف است. در 7 دهه گذشته خاندان کیم در کره شمالی حکمرانی کرده است. همیشه هم قدرت به وارثان مرد رسیده. اما این رهبر 36 ساله برای خودش جانشینی تعیین نکرده و فرزندانش هم کم سن و سال هستند. سایر اعضای این خاندان هم هر کدام با چالش‌ها و موانعی برای خیزش و کسب قدرت روبرو هستند. اما جانشینان احتمالی او چه کسانی هستند؟ این چهره کیم یو جونگ خواهر و دستیار اون است. یو جونگ در حال حاضر نزدیکترین چهره خاندان کیم به قدرت است. او جزو معدود کسانی است که در دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی اون را همراهی می کرد. با این حال برخی مسئولیت‌هایش کسالت‌بار و سطح پایین است، مثل خاموش کردن سیگار اون وقتی قطار در چین توقف دارد. در ضمن هنوز مشخص نیست مقامات در کره شمالی با به قدرت رسیدن یک زن موافق هستند یا خیر. اما کیم جونگ اون ظاهراً پسری هم دارد. او در سال 2009 با خواننده ازدواج کرد و گفته می شود 3 فرزند دارد. اما بزرگترین فرزند او در سال 2010 متولد شده و در نتیجه هنوز به سن قانونی برای در اختیار گرفتن قدرت نرسیده. هر کدام از بچه ها به قدرت برسند باز هم تا رسیدن به سن قانونی به جانشینی برای حکمرانی نیاز دارند. کیم هان سول برادرزاده او یکی دیگر از جانشینان احتمالی است. او در حقیقت فرزند برادر ناتنی اون است. اما از آنجا که در سال 2017 خبر آمد پدر کیم هان سول به قتل رسیده، اکنون مشخص نیست که حاکمیت او را بپذیرد یا خیر. کیم جونگ چول برادر بزرگ اون هم جزو گزینه‌های احتمالی است، اما ظاهراً او به گیتار بیشتر از سیاست علاقه نشان داده. برخی هم رفتارهای او را دخترانه دانستند و به این ترتیب مشخص نیست او هم به قدرت برسد. در حالی که همه این گزینه‌ها روی میز هستند، هنوز خبر رسمی درباره وضعیت سلامت رهبر کره شمالی منتشر نشده و سرنوشت این کشور نامشخص است.